دوستان عزیز برمیگردیم به قسمت دومی دیدار دسته های کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر. یادوار میشم که قسمت اول با حساب یک بر یک موسوی جنباز گریده بود و اگر در عموم یک نظر خود رو در مورد قسمت اول گفتگو گذاریم، هر دو دسته قریب که از روی بمیون آوردن وضعیت های خوفناک در جریمگوی یک دیگر برابر بازی کردند. سر اول از آغاز قسمت اول فوتبال بازان کوکتوش بازی خیلی هم زیبا رو نشون دادن، چی در خط حمله، چی در خط دفاع، چی در مرکز میدان. ولی پس از سپری کردن تقریبا 18-20 دقیقه قسمت اول، فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر نیز یک یک گورا بگیم که بازی خود رو بهتر کردن و توپ رو بیشتر در اداره خش گرفتن، بعدا با زدن گل نیز دست یافتن و حساب رو برابر کردن. باید قید نمویم که از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر مؤلف گل این دورو برگاشف است. اون فوتبال بازی که از سیر گرتاده از نچندون وقتی زیاد شد که با این دسته گزارش کرده است و مؤلف گل دسته کوکتوش این مهراج مظفرف است که در آغاز قسمت اول با زدن گل دست یافته بود. کوشش فوتبال بازی میزبان از کناری راست متوجه میشیم به این حالت که از کنار عبدالرسول رحمانوف تلاش میکرد اما او موفق گشته نتوانست. توپ را بازم در اجرای فوتبال بازی میزبان و اینجا اکنون هجومی جوابی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو دیدم میتوانیم نه چون که بازم موفی زدگر پرنس آرتور نگذاشتون که با حمله ادامه دهیم فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتوف با داخل جریمه گویی دسته مهمون و اینجا قیده بازی ویران کرده می شود. اکنون از جنبی محیدین و دیلاف بیوی دوستان عزیز با حیات دسته ها بازم توجه میکنیم. با اویدین خلیقف، عزیز بک سلطانوف، اتم خلبایف، پرنس آرتور، فخریدین سفرزاده، عبدالرسول رامونوف. اینجا هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو میبینیم. امکانیت جویا هستن برای سازمان دادن یا اینکه انجام دادن ضربه، ولی موفق نمیگردن. عبدالرسول رامونوف دوشی فوتبال بزونی کوکتوش و خیلی هم هجومی با سرعت امکانیت هست برای اونو تو اینکه به حمله ادامه دهن. نادر بگیر روی مفاسکنور پرتوف ضربه و گل گل. قسمت دوم از قسمت اول دیده با برورتر شروع می شود برای فوتبال بزونی میزبان. اوی 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 چگونه هلا عبدالرسول رحمانوف مدیر بک ابراهیموف و همچنین در رقم 11 محیدین و دیلوف واقعا هم خوب بازی کردم و بعد زدن گل نیز دست یافتم. مخلصانی دسته کوکتوش اکنون به وجد میآیند و بازم با باوری کنیمتر و شوق و اشتیاق بیشتر دستشون رو دستگیری خواهند کرد. نچند اون وقتی زیاد گذشته از آغاز قسمت دوم اما حساب الکی 2-1 و نفی دسته میزبان است. ما تا حال فرصت پیدا نمیسازیم که بار دیگر حیات رو برای شما معرفی نماییم. همینقدر رو عین حال گفته میتوانم که در یگان حیات از آغاز قسمت دوم تغییرات نیست. گفتیم با اویدین خلیقف، عزیز بک سلطانوف، اتم خلبایف، پرنس آرتور، فخریدین سفرزاده، عبدالرسول رحمانوف، اودیل بابونظاров، ایدان اوکران، نودیربек иброҳимов، محیدین اودیلوف، مهراج مظفرف حیات اساسی دسته کوکتوش که عین حال در میدان بازی کرده ایستادند و سرمربی این دسته باشد علی جان تردینظاров است. قیده بازی ویران کرده میشود. نزدیک به خط جریمه گویی دسته کوکتوش و متوجه این وضعیت میشویم که تو کجا فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش ارتش از این امکانیتی برایشون با میون اومده استفاده میبرند. همه چیز اومده است برای دیگر برای شروع کردن بازی. کوکتوش پیش صف است. ضربه زده می شود از این مسافه و این
چی بنا ولت است با میونو وارد میشود از جلوی فوتبال بازونی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش یاربرا بازی رو شروع میکنم بازی یارمی دست میزبون پرنس آرتور که دوار میشیم که این فوتبال باز در قسمت اول کورتیزار گرفته بود و اکنون بیه توجه میکنیم به حیاتی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش پومیر دروازه بان میرعلی مرادوف بعدن سهراب جلیلوف کمرونی میرزوخان شودیبک غفوров بختیار عظیموف هم لاین نوبتی دسته کوکوش رو متوجه میشویم عبدالرسول رحمونوف از گل میافتد و کورتیزار دست اینجا برای فوتبال بازی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش عبدالرسول رحمونوف در دیداری میرزاوخان هم غیر یودی بازی کرده شده است و میبینیم که این نوبت چگونه از سه نفر گذشت و آدم رو از پا افتادن کی این نوبت ضربه میزده باشد از این موقع با متوجه خواهیم شد در نزد تو بنیول فخریدین سفرزوده با ایدن اوکران قرار دارند و یادوار میشویم که در قسمت اول از کناری چپی خطی حمله چون قیده بازی بیرون شده بود ایدن اوکران ضربه زده بود و اینجا میتواند بازم یک اصولی خاص رو این دو فوتبال باز استفاده برند و مونند یعنی که بازیگرانی منتخبی آلمان در بازی بر مقابل شویتسیا این کار رو کرده بودند در جام جهان ببینیم نه توپ تنها گذاشته میشود برای فخریدین سفرزاده اما ضربه او به دوری سنی برمیخورد شودیبک غفوров بختیار عظیموف رسول پایزوف دورو برگاشف عبدالخالق برونوف صمد شریپوف و همچنین محسین جان عبدالغفوров حیاتی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش و سرمربی دسته طهیر مومینوف میگشاد پرتوف به سمت محیدین نه این نودیربک ابراهیموف بود اما البته آفساید اینجا به قید گرفته شد یادوار میشویم که نودیربک ابراهیموف در زدن گل دویومی دسته کوکتوش واقعاً هم سهمی ارزنده دارد که از کنار او با صورت بلند حمله رو ادامه داد و موفق شد پرتوف نماید و دخیل که اونجا ماس پس از پرتوف که او بود که محیدین و دیلوف با زدن گل دست یافت حالا که یک فوتبال باز دو فوتبال باز اومده گرفتن در حیات دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش از حیات احتیاطی که با میدان اومد این شماره اپ کمرونی میرزوما شد و همچنین شماره ابدا فیروز قرایف ضربه از مسافه خیلی دور اما تو بلندتر از ضربه از میدان بیرون می شود تغییرات درو برگاشف مالیف گل یگانه دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش از میدان گرفته می شود تحت رقم 29 و در موقع او تحت رقم 17 فیروز قرایف و میدان می آید یادوار می شویم که این دو فوتبال باز در اوغوزی موسم در حیات دسته رگارتاداس از بازی میکردن ولی امروز اکنون هر دو هم گزارش کردن و کلوبی مرکزی ورزشی ارتش پومیر و اینجا رقابت های خود رو ایدومانیز داده ایستادن جمعی دسته مهمون متوجه میشویم به این حالت فیروز قرایف پرتوفتی او و او حالت اینا چندون خوب ما در بزبون و هویدین خلیقف موفق شد که دوبرو داشته بگیره تغییراتی دیگر نیز گفته مومود است این باشد کمرونی میرزونا شده است تحت رقمی هفت که پس از چند لحظه حتما با میدون خواهد آمد در حیات دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش پیشور فوتبال بازونی میزبون رو میبینیم چگونه زیاد است با هجوم میگذارم پرتوف ولاتی آفساید نیست اما محسین جان عبدالغفوров نه اونقدر سرعت بلند دارد که توپ در این مورد با اون سرعت رفته ایستاده بود به سمت دروازه رقیب با هویدین خلیقف ضربه او و از مرکزی میدان دیگر برا با توپ صاحب میشوند فوتبال بازونی کوکتوش و خیلی زود توپ را از دست نیز میدهند پس از یک بازی گذاری توپ روان کرده می شود با سمتی جریمه گویی دسته
کوکتوش، ولی اینجا خودای بازی وایرون شد از جنبی فوتبال بازونی مهمون. تغییرات نوبتی سمت شریپوف از میدان گرفته می شود تحت رقم 14 و با جای او شماره 7 کامرانی میرزونا جود با میدان می باروید. اکنون دو تغییرات در نچندان یک مسافه طولانی و خواهیم دید که تا کجا این تغییرات ها بعد از دهی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش در ادامه رقابت کمک میکند. این هم باشد در اون حالته که کوکتوش رقیبی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش با برتریت یک گل پیش سفیر و نگاه داشته ایستاد است از آغاز قسمت دویم. همچنین در حیات دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش بزرگواران دیگری از قبیله عظیم جان قرایف و بیلو سلیمانوف، زیکرالله خلیقوف و سومون مرودوف قرار دارند که در وضعیت ضروری اینکه بعدان بازم سرمربی این دسته طاهر مومینوف میتواند که از این فوتبال بازان استفاده برد و یکی از آنها را بازم با بازی وارد نماید. فیروز پرتوفتی و با داخل جریمه گفت و خیلی هم با سرعت بود این ارسال توپ زده از میدان بیرون کرده می شود. ضربه کنجی برای بازنگران مهمان و خودی فیروز قرایف با کنجی میدان می رود برای اجرایش ضربه کنجی. خیلی هم به صبر گشته از در این حالت سرمربی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش. شماره زیادی فوتبال بازونی مهمون نزدیک به خط جریمه گو قرار گرفتن پارتوف و بازم ضربه کنجی. این نوبت مدیر بگ ابراهیموف رو زده از میدان بیرون کرد. اندک فشار است از جنوبی مخلصان بالای فوتبال گزونی دسته ای کلوبی مرکزی ورزش ارتش. اما با این همه نگاه نکرده بازم حالتهای خوفناک رو بیشتر به میان میارند آنها. این نوبت ضربه زده ابوخلیل برونوف با دروازه وارد نگردید. فیروز قرایف پاسی او با مرکز خط جریمه گو ایدان اوکران توپ را از دست داد و موسین جون در داخل جریمه گو پرتوفتی او و چگونه بختی فوتبال بازان کوکتوش بلندی میکند. عزیز بک سلطانوف اینجا قریب بود که توپ را به طور دروازه خود ورید کرده باشد. حتی خودی او شاید این چیز را قبول نیست کرد که علاقه توپ ورید شده است. اما بلوچوبی دروازه دسته کوکتوش را از گلی دویومی رقیب نجات داد. فیروز قرایف پرتوفتی او و عبدالرسول رحمانوف توپ را زده از جریمه گاه بیرون نکند. دیگر بورا ارسال هوایی و ببینید چگونه فشار را زیاد کردن فوتبال بازانی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش. پس از اونه که یک گل رو به دروازه خش زر دادن و در اینجا مویدین نودیلوف با توپ رسیدن نتوانست. حمله‌گری دسته کوکتوش امروز رده بندی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش زیری رو برای مومین توهیروف ببینیم که 4-1-2-3 است و در این حالت یک نیم محافظتگری تکیه‌گاهی نام شماره 7 که بعدم با میدان اومد کامرانی میرزومجود محسوب میوبد و بعدم بازم دو نیم محافظتگر از کنار فیروز قرایف با شماره 18 شده به غفورف از او کنار خط نیم محافظه بازی کرده ایستادند. حمله‌گران باشند سه نفر بازی رو خیلی هم خوب ادامه داده ایستادند. ضربه و حالتی مشکل بازم در جریمه گویی دسته کوکتوش بود. شماره ضربه کنجی از دو کنار نوبت و نوبت خیلی زیاد می شود برای فوتبال بازونی کلوبی مرکزی ورزش ارتش. اما این همه به نتیجه است در قسمت دویوم.
چونکی بازدنی گل دست یافتنش اون تو هول خیلی هم مشکل بود و با جز از اون که در نیمه اول موفق بازدنی یک گل شوند دیگر با چیز نویل نمیگردن تو هول. اما باید این چیز رو قید نمویم که بازی جالب رو مشاهده کرده است. دادیم در اجرای هر دو دسته مهراج پرتوفتی و توپ خیلی پلان از میدان بیرون میشود در همین وضعیت. میرعلی مرادوف در روزبان این دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش ضربه میزند و توپ در اختیار نادیربگ ابراهیموف و موضوع بود که سبب شد تا گل دوم رو دسته میزبان به ثمر رساند. قید بازی ویرون کرده میشود اینجا و بازم نزدیکتر به خط جریمه گو کارت زرد نوبتی نوبت به پرویز قشقر. امکانیت فوتبالبازان کوکتوش بازم بیشتر میگردد ماز در همین حالت و میبینیم که حمله های دسته میزبان تو رفت چگونه خوفناکتر میشود. بجوز از یک چند حالته که تنها پس از به ثمر رساندن گل دوم داشتند اونها، اما این برعکس قسمت اول است چونکه فوتبال بازان دسته کوکتوش در قسمت اول پس از بوز کردن یوسف دیگر رقیب نشینی کردن و بیشتر توپ رو در اختیار دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش دادن و اونجا دیدیم که فوتبال بازان مهمان دیدار امروزه تو جای موفق نیز گردیدن بعدا در ادامه رقابت و قسمت اول رو تا اونیستن که بویسو بی برابر جمع بست نمویند. اکنون وضعیت خیلی هم خوفناک نزدیک به جریمه گوهی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اودیل بابو نظرف در نزدیک توپ قرار دارد، شاید که باز هم از اینجا ضربه مستقیم روان کرده شود جونی بی دروازه. نادیربگ ابراهیموف همزمان اومده است که با او کمک نماید. نه ضربه زده می شود خیلی خوفناک، اما توپ دورتر از بلوچوبی دروازه از پهلوی دروازه نیخترش از میدان بیرون شد و این وضعیت نیز با تمام جالبیت خیش به نتیجه جمع بست شد برای دسته کوکتوش. توپ دویم در میدان است اینجا ضربه به مرکز میدان نادیربگ ابراهیموف پرتوفتی و با مهراج مظفر، اما این نفر حملگری دسته کوکتوش قید بازی رو ویرون کرد بر مقابل سروانی دسته کلوب ارتش. ضربه جنوبی نیمه میدانی رقیب بود از مرکز میدان و پس از با وجود آوردن این توپ از آوت هجوم رو ادامه میدهم. فوتبال بازونی مهمان فیروز قرایف پرتوفتی و بعد داخل جریمه گو امکان است که ضربه انجام داده شود، اما محافظتگری کناری رو دیدیم که چگونه بدون یک اوخل توکل کوری هرچی زود و سری وقت توپ رو زده از میدان بیرون کرد. این فخرالدین سفر زوده بود. نه معذرت میخواستم از شما. نفر دیگر و فیروز اشتباهی او اندکه به احساس رو داده شد. عبدالرسول رحمانوف نمیگذارد که توپ از میدان بیرون شود. اتوان اینجا حمله رو ادامه داد. این عزیزبک سلطانوف بود که در حالت قبلی نیز خیلی خوب بازی کرد. پرتو پسندی مهراج اما حالت آفساید اینجا از نظری اول حالت اینو بازی نمی نمود، اما دواری کناری این چیز رو خوبتر درک میکند با مراتب البته از مو بیشتر. هجوم جوابی در اجرای فوتبال بازونی مهمان و ضربه توپ از میدان به نتیجه بیرون میشود. دوستان عزیز اکنون پس از سپری گردیدنی با یک چند دقیقه در قسمت دویم الکی میبینیم که فوتبال باز آماده است در از حیط ذخیروی دسته کوکتوش تا اینکه به میدان آید و بعدا به این چیز بازم توجه خواهیم کرد.
اینجا باشد فایده بازی ویران شده است و وضعیت معمولی برای شوگیردونی علی جان توردی نظرف با میون میوید. ایدان اوکران در توفتی توب نوکیو با داخل جریمه گذر با بستر چیگونه فضیعتی جولیب و خفنوک عبدالرسول رحمونوف نیز از کنار اومده بود و ضربه نیز زد بستر اما ضربه زده یوانده که نوانیختر از کنار میدان از میدان بیرون شده از کنار دروازه مذارت علاقه فوتبول بوزی دسته کوکتوش نیز اومده شد و او با میدان میاید این شماره 16 سبیر جون خولماتوف است که در موقعی محفظه دیاری کنوری روستی این دسته شماره 9 از ازبک سلطانوف بوزی رو ایدوم خواهد داد از ازبک سلطانوف خیلی بوزی اولی نشون داد تا همین دقیقه های پسی سرگردیده و اکنون اون نوبت رو با همدسته دیگری خود میدید فخرالدین سفرزاده توپ رو از آوت با بوزی در آورد و پرویز سروانی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش نگذاشت که محیدین و دیلوف با توپ صاحب شود توپ از میدان بیرون شد شدی بیگ غفاروف پرتفتی و با پیش نودیر بیگ ابراهیموف نودیر بیگ توپ رو از دست داد در رقابت با دست فوتبال بوزی دست رقیب سهراب جلیلوف و حمله ایدوم هم یابد خودی بوزی بر مقابل عبدالخلیل برونوف ویرون گردید و امکانیت اکنون برای خودی عبدالخلیل شاید به میون آید اما تا کجا میبینیم که این وضعیت به دوش او گذاشته میشود نه لکه عبدالخلیل موقع اجرایش ضربه معمولی رو ترک میکند و دورتر میشود از این موقع متوجه میشویم با این حالت چون ما مشاهده کردیم که پس از آمدنش به میدان فیروز قرایف قریب که همه وضعیت های استانداردی رو او اجرا کرده ایستاده است و این حالت نیز به دوش او گذاشته میشود ضربه از جانب فیروز اما به وریسونی دسته کوکتوش این حالت رو برطرف کردن و قیده بوزی ویران کرده میشود در این حالت قیده بوزی محض از جانب فیروز قرایف ویرون شد و میبینیم که نادیر بگ ابراهیموف لیگنری دسته ای کوکتوش لد برداشته و در کنار میدان به زمین خوابیده است و برای این چیز برای این عملی انجام داده فیروز قرایف از فوتبال بوزی دسته میزبان عذر نیز میپرسد دوستان عزیز بیایید توجه میکنیم بازم با فوتبال بوزی باقی مونده هیئت ذخیروی دسته کوکتوش که ما علاقه در مورد هیئت ذخیروی دسته مهمون گفتیم و جز از اون که شماره 16 صبر جون خولماتوف میدان اومد کارت زرد نشان داده میشود با فیروز قرایف از جنوب دواری مرکز و محمد جون رحمونوف سیروجیدین گلمرادوف اصیل جون منصوروف و محمد گولایف با سعید عمر مزفرف با همچنین روشن صدیروف در حیات یوتیوتی دسته کوکتوش هستند که میتوانند با میدان در دقیقه های باقی مونده بوزی ورید شوند نبینیم که علاقه نادیر بگ ابراهیموف خود را خوب احساس میکنند و بدوار نیز اشاره کرده ایستاده است که آماده است برای برگشتن به میدان تا
پنج نفر در خط حمله هستند. یک یک برای ازایتی دسته کوکتوش و بازم در مرکز میدان قویده بازی ویرون کرده می شود. ببینیم که این آباد بر مقابلی سوبرجو خولماتوف قویده بازی رو ویرون کردن. در حالتی که همچنین مویدین اودیلوف با نودیر بگی رویموف و میراج مزفرف در خط حجوم و مدعی قبول پرتوفتایی او بودن. بیرسول با داخل جریمه گذر و از کنار میبینیم که نودیربک ابراهیموف لیگنری دسته ای کوکتوش چگونه با موفقیت بازی میکند. اوت شدی بگ غفاروف نگذاشتی فوتبال بازونی میزبون حمله رو ایدوما دیهن و محضور توب رو زد از میدون بیرون کرد. اودیل بابو نظرف سوبرجون خولماتوف رسولیو با پیش بود اما این حالت برطرف شد. فخری دین سفر زوده پنج سه دو حیات انتخاب کرده سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش در حالت های همچون دسته دویم بودن دسته مهمونی امروز است و پرتوف به سمت میروج و او از پا افتید اما در حالت از پا افتیدن توپ رو در داخل جریمه گو با دست داشت. میروج مظفرف که این بایستی بلند گردنی صدوی هشتکی دوار شد. پرتوف بازم به سمت نودیربک و سرعتی بلند این فوتبال باز رو دیدیم. مواجهه بیو نه تنها سرعتی بلند در دوری امروز بلکه تکنیکای خیلی هم ولو و همزمان مهارت فوق العاده اولی رو مشاهده کرده توانستیم در رفت حمله ها. صبرجان خولماتوف توپ رو از دست داد. عبدالخلیل بارانوف سرعتی خود رو میافزاید و هجوم دستش رو ادامه میدهد. فیروز توپ رو قبول کرد در داخل جریمه گو نه از جریمه گو بیرون میشود او. پرتوفتی فیروز و شدی به غفاروف و ببینید چگونه توپ رو در یک لحظه نودیر بک ابراهیموف میرباید. نودیر بک پرتوفتی و با جانبی هم دستش مویدین اودیلوف اما مویدین اندکی منتظر شد و بعدا صورت خود رو افزود اما این چیز به نتیجه بود. دیگر کمرانی میرزا نجات که پس از آمدنش به میدان مهم فوتبال بازار نچندان زیاد یعنی که مشاهده کرده ایستاده ایم. موسین جان عبدالغفاروف پرتوف با مرکز شدی به غفاروف باز هم نادیر بگ ابراهیموف باز هم این فوتبال بازی با مهارت دسته کوکتوش یکی از ستونهای اساسی این دسته در کناری چپ هم در خط نیمه حافظه و هم هجوم ماز نودیر بیگ بود. رسولی نوبتی بازم با سمت جریمه گو اما این حالت بازم به نتیجه ایدن اوکران پرتوف با مرکز با مویدین و بازم رسولی تو با جنبی نودیر بیگ ابراهیموف. نودیر بیگ حمله رو ایدومه داده میتواند از کنور اما تو برای از خود دورتر هوا دادو در وضعیتی که با او رقابت میکرد سهراب جلیلوف. کامرانی میرزا نجات پرتوف با سمت عبدالخلیل ضربه یوفا حالت آفساید اما در دروازه‌بانی دسته کوکتوش امروز اونچه که حتی در بعض مورد غیر امکان است انجام دادنش انجام داده ایستاده است. صورت این ضربه رو دیدید که از جانب عبدالخلیل برونوف انجام داده شد چگونه بلند بود اما نگاه نکرده با صدای اشتکی دوار با بیرقچه بالا شده از جانب دواری کنوری بازم نگذاشت که تو با دروازه او وارد شود. پرنس آرتور محافظت‌گر مرکزی دسته کوکتوش توپ رو با بازی خواهد در آورد. ضربه او باز هم به سمت نودیر ابراهیموف اما نودیر بک ابراهیموف او قویده بازی رو بر مقابلی فیروز قرایف ویرون کرد. فیروز قرایف
محسین جان موقعی خود روی بس کرده با عبدالخلیل برونوف. محسین عبدالغفارو حجوم روی دوم امیدیت پرتوفتی و بعد داخل جریمه گو بوده بازی بایرون نشد و در روزه بونی دسته کوکتوش باید دیگر باره توب رو با بازی در رو دوستان عزیز علاقه ای فوتبول بازی دیگر از حیاتی زخیره وی امودگی گرفته است از حیاتی کوکتوش که با میدون یا دین شماره 18 است سیرو جیدین گل مرودف البته این چیز رو شما پیخست کردن هم اتوانه در این وضعیت ولی پس از چند لحظه او حتما که با میدون میوید میبینیم که نیووری سرمربی این دسته چگونه با او کمک کرده ایستود است و فهمونده ایستود است رفتی بازی رو که از خنور مشویده شده ایستود است توب را باید بازم در اجرای فوتبال بازونی کوکتوش بود میروش بازم میتوانی سجون روی دوم آدید میروش مزافاروف سبیر جون خلمت فشار رو زیاد میکند و عبدالرسول رحمانوف بایده بازی ویران شد امکانیتی خیلی هم مساید و میان میاید برای فوتبال بازونی میزبون تو اینکه از اون موقعی که خود بازی ویران شده است توب رو با داخل جریمه گو آوردن این وضعیت یا اینکه این موقعیت برای فوتبال بازونی کلوب مرکزی ورزش ارتش میتواند بازم یک مشکلی جدی دیگر رو ایجاد نماید در عموم در دور امروزه ما چگونه که شوید گردیدیم بجز از یک چند دقیقه قسمتی اول در آخری قسمتی اول دیگر همیشه فوتبال بازونی کوکتوش قریب که برتری داشتن نسبت به دسته رقیب و تمامی کوشش و غیرت خود را به آن روانه کرده ایستادند که در دور امروزه برتریت را صاحب شوند نسبت به رقیب خود و این چیز باز هم اونها را بگویم که روح بلندتر میکند این چی است این اون است که مخلصان سرشماری این دسته در نشستگاه ورزشگاه قرار دارند نشستگاه های ورزشگاه با آنها دستگیری میکنند دسته دوست داشته خود کوکتوش رو بوری دیگر قید می نماییم که دسته کوکتوش یکی از دسته های سرمخلصترین در مملکت است که بعدا بازم در مورد شماره مخلصان که با ورزشگاه تشریف می آورند در بازی ها از حساب عمومی بازم خواهیم گفت اینجا باشد توجه میکنیم بر رفتی هجوم آوت بود بله بله توپ از میدان بیرون شد پس از رسیش با پای فوتبال بازی دسته کلوبی مرکزی ورزشی ارتش پومیر دوستان عزیز گفتیم که دسته کوکتوش یکی از سرمخلص‌ترین است و به حساب میونه در هر دیدار بیشتر از 4.5 هزار تماشابین و تماشای بازی های این دسته و ورزشگاه نفتیان که ناحیه رودکی تشریف میورند و این فکر میکنم که از همه بیشتر محسوب میشود در مسابقات های مملکت ضربه نوبتی و خیلی عمولتی خوفناک این ضربه از مسافه دور از جنوبی محیدین و دیلوف روان کرده شد تغییرات سیراجدین گلمرودوف تحتی رقمی 18 با میدون میوید و او شماره 22 فخر دین سفر زوده روی باز میکند که خیلی بازی خوب میشوند در رفتی دیدار امروزه تا چند سال اخیر همین نشوند که از جنوب مخلصانی دسته کوکتوش یعنی که بقید گرفته شده است بگویم که بهترین نشوند در داخل مملکت است با جز از بازی های بین المللی که دسته استقلال شرکت می‌ورزد و در اونجا مخلصان تنها به خاطر فوتبال ملی بگیم که شماره زیادی 10000 یا اینکه 15000 تشریف میبرند و در دیگر حالت او چند سال قبل حالت آفساید نیست هجوم ادامه می‌یابد و بازم دروازه بود بهاءالدین خلیق واقعاًم امروز او بی‌بها است برای هر یک مخلصی دسته کوکتوش چگونه وضعیت یک بر یک رو برطرف کرده تا اون نیست واقعا هم کس در حیرت میافتد در چنین وضعیتی که برای شدی مخلصان خود هر یک فوتبالباز آماده است که در میدان حتی جان میدهد و تا چند سال اخیر گفتیم بهترین نشانداد این نشانداد مخلصان کوکتوش است قبلا تقریبا این موسم 2010-11 حتی شاید بیشتر از دسته کوکتوش مخلص داشت ما از این
دسته روشنی کلوب بود که خیلی هم شماره مخلصانی زیاد با ورزشگاه تشریف می بردن، اما در این وضعیت دیگر ما نمیتوانیم چیزی دیگر بگیم بجز از اون که مخلصانی دسته کوکتوش بهترین مخلصان هستند در مملکت تا سه موسم اخیر. بازم یک ضربه دیگر روان کرده شد جنوبی در روزه باهویدین خلیقف، اما این ضربه نیز دورتر از پهلوی در روزه از میدان بیرون می شود. واقعاً هم رفتی بازی با یک جلویتی خوصا پسی سر شده ایستاده است و فکر میکنم که تمامی مخلصانی که این دیدارو از ورزشگاه تماشا دارند و همزمان از پسی اکران های تلویزیون های خش حالوباتی خوصه که از حتی از بازی های چمپیوناتی جهان برداشته بودن از این دیدار نیز برداشته ایستادند. قویده بازی بازم بیرون می شود نزدیک به خطی جریمه گوی دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش و اکنون یک امکانیت دیگر از وضعیت معمولی برای شوگردونی علی جون توردین ظرف و میون می آید. عبدالرسول رحمانوف در نزد توپ قرار می گیرد در کنار، توجه رو روانه می کنه ماز به همین حالت. بازم امکانیت است که حساب بازی تغییر یابد. ماز در همین گونه وضعیت پرتوف زرده می شود و چه گونه وضعیت خوفناک از جنوبی سویر جون خولماتوف به میان آورده شد. سویر جون خولماتوف در حالتی که از جنوبی عبدالرسول رحمانوف حتی این بگویم ضربه نیز بود روان کرده شده بود، بسر توانیست که ضربه زند اما ضربه او از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. رقابت در مرکزی میدان، محسین جان عبدالغفاروف قیده بازی ویران کرده می شود در نیمه میدانی کوکتوش. توب دیگر برا با بازی در آورده می شود و اینجا فوتبال بازی دسته ای کلوبی مرکزی ورزش ارتش از پا افتید. اکنون حمله جوابی رو می بینیم بازم در اجرای فوتبال بازانی کوکتوش، اما در این وضعیت مهراج مظفرف قیده بازی رو ویران کرد. سهراب جلیلوف پرتوفتی و با فیروز روز قرایف و توب صاحب شدن نتوانیست. سیراج دین گل مرادوف پرتوفتی و با نادیر بک ابراهیموف، ولی توب و دست نادیر بک برخورده بود. محسین جان توب رو با کنار رو میدید. حمله نوبتی دست کلوبی مرکزی ایدومه میابده از کنار متوجه میشویم به ایدومه این حجوم شدی بک غفارو، اما قویده بازی رو ویرون کردو. دوستان عزیز فوتبال بازی دیگر آماده است که با میدان و یدین سومین تغییر می شود در حیات دسته کوکتوش تحت رقم 5 لیگانر اصیل جون منصور فاست هجوم نوبتی دسته میزبان رو بازم می بینیم. نادیر بک از کنار ارسالیو و پرویز قشقروف این نوبت توپ رو زده از میدان بیرون کرد و این فوتبال بازی لیگانری دسته کوکتوش تحت رقم 5 که گفتیم پس از چند لحظه به میدان میآید. اصیل جون خیلی هم ضربه های خوفناک دارد و این چیز رو ما بر او مشاهده کرده ایم. اینجا باشد اکنون هجوم را بازم فوتبال بازانی میزبان ایدوم میدین تا از کناری چپی خطی هجوم سیروجیدین پرتوف کرد با مرکز جریمه گو. مهراج در داخل جریمه گو او کوشش کرد که از پرویز گذارد و توب از پای خودی مهراج مظفرف از میدان بیرون شده است. مدیر بگ ابراهیموف بازم توب رو در اختیار خش میگیرد پرتوف به داخل جریمه گو ضربه و اوی 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 مویدین
Муиддин Одилов, чигуна зарбазат. Вайджо бозам, амо партовки аники футболбози. Дасай куктош Нодирбек Ибраимов, ро момента онем. Кайд намоем ки чигуна партов дошту. Ки вухянам анику дурус рос раф ба. Амдасташ дарду фили джарима горасит. Акнун Муиддин Одилов аз майдон гирифта мешавад. Ки дар гори Муза Вухянам фаолона бози кард. Аз майдон берун мешавад. Ва ба джой у Асил Джон Мансуров. Ва майдон меояд ки шабеи Маруан Фелайни Манчестер Юнайтед. Ва футбол бози хати нимо физаи мунтахаби Белгия аст. خیلی هم شبوه دارد با او نه تنها از جهتی قیافه چهره بلکه طرح مویسری او نیز و خودی او نیز یکی از مخلصان اساسی مروان فلینی نیز هست آنیول برای ما خبر داده می شود دوستان عزیز که در ورزشگاه نفتیانی که نویه رودکی بیشتر از 5000 تماشابین تشریف آورده و این بار دیگر درک از فوتبال دوستی مردمی نویه رودکی درک می دهد و بازم پس از اون تعطیلی که بود در چمپیونات اولی مملکت فکر میکنم تمام مخلصان مشتاق بازی‌های دسته کوکتوش بودن که امروز شمارهشون اندک بیشتر نیز گردیده است نسبت به بعضی از بازی‌های قبلی و دیده ایستادیم تو این دقیقه که چگونه دستهشون رو دستگیری کرده ایستادن پاسوی کوتوهی فوتبال بازونی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش در نیمه میدونی کوکتوش هجومی دوما میابد کامرونی میرزوناژاد پرتوف با فیروز قرایف بود وقت فیروز قرایف از با افتی خوده بازی بیرون شد فیرسولی فیروز با دوخیل جری مگو عبدالخلیل تا اونی ستوب رو توبا هم دستش رسوند توبا شدی به غفورف اما بعدن در این وضعیت تو بدون یکون خیل فکراندش ای زیادتی زده از میدون بیرون کرده شد از جنوبی نیمو فیزتگری دسته کوکتوش جوی خود رو بازم رو نمیکنیم و سربه کنجی نوبتی فوتبال بزونی دسته ای کلوبی مرکزی ورزشی ارتش در طرف شد تو جوی این وضعیت عبدالرسول رحمانوف از خواب کنیده می شود و قویده روزی بر مقابلی و بیرون شد بخیان هم با صورتی بلند بزی خوب کرد در همین وضعیت عبدالرسول رحمانوف و برمیگردد با موقع خود پرینس آرتور بازار بای خود رو وردی جاری مگوی کلوب مرکزی ورزش ارتش میکند و ضربه خوفناکی نوبتی از جنوبی صابر جان خولمتا از جنوبی اون فوتبال بازی که با میدان چند قبل ورید گریده بود صابر جان حمله نوبتی دستش رو ادامه میدهد و آوت با نفی فوتبال بزنی کلوبی مرکزی است و یون که کوکتوش ما پس از چند لحظه خواهیم دونیست اما اینجا محافظتگر نه مازارت این محافظتگر نه بلکه نودیربیگ ابراهیموف است که با زمین خوبیده است و اندکی لرد برداشته است بوخیان هم اون همه خلوشو یکی او کرد در دیدار امروزه نمیتوانیم بگویم که همین طور یک نفری اودی است برای دسته کوکتوش نودیربیگ ابراهیموف و سربونی دسته ای کلوبی مرکزی ورزش ارتش و تاور رو کمک کرد تو اینکه از میدان بیرون شود و بازی دوما میابد اکنون با همین چند دقیقه وقتی باقی مونده متوجه میشویم
اویو برای فوتبال بزنی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش دست میدهد که ایسو برو برنمایان و یون که فوتبال بزنی کوکتوش میتوانند که بازم شماره گلوی خشروزی رو تر کنند. بابت این سلوی است که پس از چند دقیقه دیگر مو پسوخشون رو خواهیم یافت در رفتی بوزی دسته های کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش. وضعیت معمولی پرتوف با داخل جریمه گو و کمرون ضربه و گل. نه اولتی افساید، اولتی افساید، اولتی افساید. و گلی با سمار رسونی در فوتبال بزنی کلوبی مرکزی ورزش ارتش با قید گرفتن نمی شود. دوباره مرکز پنج دقیقه وقتی لواگی رو تعیین کرد در دیدور امروزه و این پنج دقیقه خیلی هم امکانیتی اولی است برای دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش باری برو برنامدن این صبح. پس از لحظه بردوشتان نیز میبینیم نادیر بک چگونه بازی خوب نشون میدهد، چگونه فیشور نورد برقیب بازی گذاری های جالب فوتبال بزنی کلوبی مرکزی ورزش ارتش. تمرانی میرزاخون توپ رو با کنار رو میدهد ولی همه موقع های نیمه میدونی کوکتوش با پرگی درست تو به خطا اشغال شدن و مخلصان اینجا علاقه صدای اشتاک رو بلند کرده شدن با جای دوار. اما فرصت هم اونو هست و میبینیم که فوتبال بزنی کوکتوش چگونه وقتی باقی مونده رو پسی سر میکنن. دوستان عزیز بیاید در همین فرصت خیلی موفق توجه کنیم با جدولی مسابقات بوری دیگر. در اوغوز با شما من ابروز داشته بودم که کلوب مرکزی ورزش ارتش 17 امتیاز دارد و در زینه سیوم است و کوکتوش 15 امتیاز دارد و در زینه چهارم است. اگر امروز کلوب مرکزی غلبه به دست بیارد پس این دسته شماره امتیازش رو به 20 میرساند و بازم برتریت خویش رو نسبت به رقیبانی بعدی خود بیشتر میسازد ولی در صورت بخت او موقع سیوم رو از دست میدهد و به موقع سیوم دسته کوکتوش رو خط خواهد گرفت با کسب 18 امتیاز در صورت غلبه دسته کوکتوش. البته پس از چند لحظه دیگر بازم مو خواهیم دید که چی ها صورت خواهند گرفت. پرویز پرتوفتی او با کمرونی میرزونه شد. فیروز قرایف تو برو با داخل جریمه گوی سال میکند و بشکوشو و به یکون گمونوی زیادتی فکر میکنم در دیدور امروزه بهترین فوتبال باز این نادیر بک ابراهیموف است. اما نمیتوانیم بگیم که دیگران سهمی کم داشتند، دیگران نیز سهمی واقعا هم بوریز داشتند در دیدار امروزه از دسته کلوبی مرکزی از دسته کوکتوش. ما از دروازه بون این دسته رو میتوانیم قید نماییم. خیلی هم جای چیز بوف با توپ رسیدن اتاونیز مهراج مظفرف. هر یک فوتبال بازی که در میدان امروز بود واقعا هم بازی جالب نشان داد. اما فرصت است برای بازم با زمان رسوندن گلی بگیم نتیجه آور برای دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش و برای برو برنامودن ایسوب. فیروز قرایف پرتوفتی با اون موقعی که کسی از اندستویش نبود اما عبدالخلیل بارون رو اونجا تلاش میکند. آوت بنافی فوتبال بزنی کوکتوش. پرینس آرتور ضربه او بازم با موقعی نادیر بک. نادیر بک ابراهیموف صورتش رو بلند میکند. اینجا قویده بازی ویرون کرده شده از جنیبی پرویز. پرویز خشقرف سربونی دسته ای کلوبی مرکزی ورزش ارتش پومیر. دواری مرکز چیز نیشون نمیده در این اولاد و این از پاپ دیدنی نادیر بک. ابراهیموف نیز یک سوابی خوصی خود رو دارد. از یک طرف هم دکه لد برموشا بشد از طرف دیگر او ماست. او میتواند که وقت رو کشول دید و دسته خود رو با غلبه رساند.
سونی دسته کوکتوش هلم خوشنود و روبالان دستند از موزه که فوتبول بزنی دسته دوست داشته اونها امروز نشون داد. ایدام اوکران توپ رو با انداستاش می‌گذارد و کورتیزارد و ایدام اوکران نشون داده می‌شود در دوری منوزا با اون خطیر که وقت رو کشول می‌دهد ضربه عبدالرسول رحمانوف ماست با اون خطیر که وقت کشول می‌دهد و هر چیز زودتر رو با موقع خود برمی‌گردد. صدایش تکی دوبار بلند می‌شود دوستان عزیز و همینطور ایسوب دوبار یک بوزی پنجم می‌رسد. دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش دومین ملکه سیوم رو از دست داد و کوکتوش مشاد بزینه سیوم اومد. با بعد از آوردنی سه امتیازی واقعا هم ضروری در دوره دوازدهم در بازی اول خود پس از تعطیل طولانی اینجا ما از ورزشگاه نفتیانی گزارش خود رو پنجم میرسونیم. این امیدین هم از با جمعی همکارانم با شما بودیم طول 90 دقیقه سربلند و پیروز باشید. امیدوار هستیم که بازی های بعدی نیست در چمپیونات های مملکت جونین جانی بو رنگین صورت میگیرن. فوتبال ملی رو دوست دارید و بعد از گیری دست های دوست داشته خوب با ورزشگاه تشریف آورید. خیر.